دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی جلسه قبل ما با تابع وارون یه آشنایی مقدماتی پیدا کردیم. توی این جلسه میخوایم یه مقدار این آشناییمون رو گسترش بدیم. اون چیزی که ما تو جلسه قبل یاد گرفتیم این بود که اگر تابع F رو داشته باشیم و این تابع 1 به 1 باشه و ورودی های X رو به تابع F 1 به 1 بدیم و به ازای اون خروجی های F X رو بگیریم، اگر این خروجی ها رو به تابع وارون تابع F بدیم که با این نماد نشونش میدن F منفی 1، از روی خروجی های تابع F تابع وارون میتونه ورودی های تابع F رو تولید بکنه. درسته بچه ها؟ این پس این بود که گفتیم که تابع وارون تابع F تابعیه که میتونه از روی خروجی های تابع F ورودی هاش رو تولید. حالا برای اینکه بیشتر با تابع وارون آشنا بشیم، یه یادآوری میکنیم، یک نگاه به گذشته میکنیم. یه جلسات اول تابع ما با نمایش زوج مرتبی تابع هم آشنا شدیم. یعنی گفتیم تابع F، بذارید من اینو با یه رنگ دیگه بنویسم، تابع F مجموعه زوج مرتب های X و Y به قسمی که x عضو دامنه f و y عضو برد تابع f باشه. و ما دیدیم که با نمودار ون میتونیم این تعریف زوج مرتبی تابع رو نشون بدیم. به این صورت که دو تا مجموعه داریم. به صورت قرارداد مجموعه سمت چپ رو مجموعه دامنه تابع F تعریف می‌کنی و مجموعه سمت راست رو مجموعه برد تابع F. ما گفتیم اگر اعضای مجموعه دامنه F X ها باشند، ضابطه تابع F یکی از این X ها رو مرتبط می‌کنه به یکی از Y. توی بحث نگاشت ها توی کتاب های دیگه همون میبینیم که تابع میتونه یه نگاشت هم باشه که X رو می نگارد به Y، ولی من خیلی سخت نمی بگم و فعلا ما بحثمون نگاشت ها نیست. بنابراین من میگم طبق ضابطه F یکی از اعضای مجموعه دامنه متصل میشه به یکی از اعضای مجموعه برد، به قسمی که اگر این X یک باشه این Y یک باشه، X یک Y یک یکی از زوج مرتب های عضو دامنه F، عضو تابع F. و اینجوریه که وقتی که ما ورودی X1 رو داریم، تابع F این ورودی رو میگیره و تبدیلش میکنه به خروجی Y1. حالا اگر شما یه نگاهی بکنید که ما اینجا چی گفتیم؟ گفتیم همون اولش گفتیم تابع وارون تابع F تابعیه که از روی خروجی های تابع F میتونه ورودی هاش رو بازسازی کنه. در واقع ما اگر خروجی Y1 رو به تابع وارون تابع F بدیم، اونو از طریق اون Y1 برامون X1 رو به دست میاره. این نمادش به این صورت میشه. خب اینجا چه اتفاقی افتاد بچه ها؟ در واقع ورودی های تابع وارون F شدن اعضای برد تابع F و خروجی ها شدن اعضای دامنه. و این به تعریفی می انجامه که ما توی کتاب هم داریم. میگن مجموعه تابع وارون F، مجموعه زوج مرتب های تابع وارون F مثل YX به قسمی که XY عضو F باشه. درسته. و حتی اینو به طور دیگه هم میشه گفت. میگیم که تابع وارون تابع F مجموعه زوج مرتب های مثل Y و X به قسمی که Y ها عضو برد F باشند و X ها عضو دامنه F باشند. خب اگر ما این تعریف که اینجا داریم با این تعریف رو مقایسه بکنیم، به نتیجه می رسیم که توی کتاب درسی هم شما می بینینش و اون اینه که دامنه تابع وارون F برابر با
برد تابع F و برد تابع وارون F برابر با دامنه F. و این دقیقا همون چیزیه که ما اول گفتیم. مجموعه دامنه چی بود؟ مجموعه دامنه مجموعه ورودی ها بود. و مجموعه برد چی بود؟ مجموعه خروجی ها بود. حالا چرا دامنه تابع وارون برابر برد تابع F؟ چرا؟ چون دامنه تابع وارون خروجی های تابع F، یعنی برد تابع F رو به عنوان ورودی میگیره. پس وقتی که ورودی هاش برد تابع F هن، در واقع دامنش برد تابع F. و همین استدلال، مجموعه برد مجموعه خروجی ها بود. خروجی های تابع وارون چی هن؟ ورودی های تابع اصلی مونن. و ورودی های تابع اصلی دامنه تابع اصلی مونن. خب. پس در واقع شما اگر این شکل رو داشته باشید، این شکل ملکه ذهنتون بشه، خیلی راحت تعریف های دیگر رو میتونید از رو به دست بیارید. خیلی راحت که نه، یه ذره باید در موردش فکرم بکنید. اگر شما ریاضی مقطع دوم دبیرستان هستید، تا اینجا با تعریف هایی که لازمه در مورد تابع وارون آشنا شدید. اما اگر در مقطع سوم هستید و حسابان میخونید، یه تعریف دیگه هم لازمه یاد بگیریم که اون تعریف هم اصلا تعریف پیچیده نیست. برای اینکه با اون تعریف آشنا بشیم، برمیگردیم به همون شکل اولمون، شکلی که من انقدر بهش ارجاع میدم که ممکنه شما خسته بشید، ولی باور کنید کاربرد داره. توی این شکل اولمون دیدیم که ما خروجی های تابع F رو، خروجی ها رو به عنوان ورودی دادیم به تابع وارونه. باشه، توی جلسه قبل دیدیم وقتی که این کار رو میکنیم که خروجی های یک تابع رو به عنوان ورودی میدیم به یک تابع دیگه، به این عمل میگیم ترکیب تابع. و در واقع این قسمتی که ما اینجا میبینیم میتونیم به صورت کلی یک تابع ترکیبی در نظر بگیریم و با F منفی 1 و F نشونش بدیم. این تابع ترکیبی اینجوریه که اگر X رو به عنوان ورودی بگیره، همون x رو به عنوان خروجی نشون میده. در واقع تابع ترکیبی f منفی 1 او f به ازای ورودی x خروجی x رو تولید میکنه. در واقع f منفی 1 او f x برابر x. ولی من اینجا میخوام یه ادعا بکنم. میگم که این نه تنها f منفی 1 او f x برابر xه، بلکه F و F منفی 1 X هم برابر F منفی 1 و F X برابر X. و در واقع ادعای کلی من اینه، فارغ از ترتیب تابع و تابع وارون، هر جوری این دوتا تابع رو با هم دیگه ترکیب بکنید، ورودی و خروجی اینا یکسان. خب شما ممکنه بگید که گیرم که ما حرف تو رو تا اینجا هم قبول کردیم، چرا ما باید این قسمت حرف تو باور بکنیم؟ من میگم قبول بکنید، توی جلسات بعدی به شما این رو ثابت میکنم با یک مثال. و در جلسه بعدی ما کار اولی که میکنیم اینه که ضابطه یک تابع وارون رو از روی ضابطه خود تابع اصلی به دست میاریم، بعد ادعایی که من اینجا کردم رو به شما ثابت میکنیم. خب مرسی، ممنون که تو این جلسه با من بودیم. امروز که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، از قضا روز دوم فروردینه. اگر شما هم از قضا در فروردین و ایام عید این ویدیو رو نگاه میکنید، سال نوتون مبارک. اگر نه در یه ماهی غیر از ماه فروردین نگاه میکنید، امیدوارم همیشه دلتون بهاری باشه، فارغ از زمانی که توش هست. مرسی که تو این جلسه بودی، توی جلسه بعد میبینیمتون. فعلا خداحافظ.